دوستان عزیزم سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پویات آکادمی در خدمتتونم درس های سفت و صد ادوبی افتر افکت داریم تو این جلسه ویدیویی میخوایم بریم سراغ نحوه ایجاد یک متن شناور در تصویر میدونید دیگه تکس هامون رو ما میتونستیم با حالت های مختلف حتی با ترانزیشن وارد کار کنیم اما اینکه چطور یک سری حروف رو کنار رو هم بچینیم یعنی متنمون و حروفش رو از هم جدا کنیم و به صورت شناور اینا رو به نمایش در بیاریم رو میخوام تو این, و... این, ویدیو بهتون آموزش بدم البته چیز سخت و عجیب غریبی هم نیست ما در درس قبلی تمام مواردی که الان میخوام اینجا بهتون بگم رو یاد گرفتیم با همه موارد کار کردیم حالا میخوایم ازشون استفاده کنیم بریم سراغ یک متن از ابزار تکست استفاده میکنم یک متن رو اینجا به وجود میارم مثلا مینویسم پویوت آکادمی به این شکل که میبینید حتی میتونم از حروف کوچیک و بزرگ استفاده کنم اجازه این حروف کوچیک و بزرگ بنویسیم یه مقدار تکستمون قشنگتر بشه به این شکل و جابجا جا میکنم اینو میارم وسط صفحه قرار میدم یه مقدار میتونیم سایزش رو بزرگتر کنیم خب من میتونم تکستم رو بزرگتر کنم البته بعد از سلکتش کنم یه کنترل A که به حالت ویرایش در بیاد و با این مواردم که آشنا هستید خب حالا اینو میاریم میذاریم اینجا من یه بخشی از تکست رو میخوام مثلا این قسمت پویوت رو سفید رنگ کنم انتخابش میکنم سلکتش میکنم و رنگ سفید رو براش در نظر میگیرم و بقیه قسمت هم این رنگش رنگ خوبیه یا حتی میتونیم بازم تغییر بدیم دابل کلیک این رو هم انتخاب میکنم یه مقدار رنگ رو به این شکل داشته باشیم خب تکستمون رو به وجود آوردیم حالا میخوایم بریم بهش افکت بدیم برای استارت کارمون میریم سراغ لایمون در بخش لایه های این پایین باز میکنم این لایه رو بخش رو این فلش کلیک میکنیم که باز بشه بعدش میاییم سراغ قسمت انیمیت تکست میبینید این قسمت انیمیت رو روی انیمیت من میخوام کلیک کنم و یک سری انیمیشن برای تکستم به وجود بیارم دوستان عزیزم Uh, حواستون باشه اگر من ترانسفورم رو باز کنم یه سری گذینه ها اینجا داریم مثلا پوزیشن و اسکیل اینا رو اینجا داریم و رو داریم من میخوام اینا رو برای انیمیت به وجود بیارم با ترانسفورم هیچ کاری ندارم روبروی تکست گزینه انیمیت رو کلیک میکنم اولین مورد که اینیبل پری کاراکتر 3D هستش رو انتخاب میکنم کاری که این مورد برای من انجام میده تمام حروف رو جدا میکنه از هم و من میتونم روی هر کدوم از این حروف یک انیمیشن داشته باشم دوباره میرم سراغ گزینه انیمیت و موارد دیگر رو هم انتخاب میکنم مثلا پوزیشن رو هم فعال میکنم دوباره روی انیمیت کلیک میکنم حواستون باشه روی گزینه انیمیتر یک که اد داره روی اون کلیک نکنید روی انیمیت بالا که مربوط به تکست هستش حتما کلیک کنید دوستان عزیز روی این مورد نیم بعدا دوچار مشکل بشید حواستون باشه تکست انیمیت روی دکمه ادش کلیک میکنم حالا اسکیل رو هم فعال میکنم دوباره کلیک میکنم بعد از اسکیل میایم روتیشن رو هم فعال کنیم بیایم و اپاسیتی uh, رو هم فعال کنیم گزینه بلر uh, رو هم میتونم فعال کنم این موارد رو اینجا فعال میکنیم و میان پایین تر سراغ این گزینه هایی که اینجا برای من در زیرگروه انیمیتر یک به وجود اومده کار میکنم با این انیمیتر یک و ما بقیه موارد کاری فعلا ندارم خب بیایم یه سری تغییرات بدیم دوستان عزیزم پوزیشن رو, رو روی حالت صفر صفر و مثلا هزار قرار میدم حتی بیشترش هم میتونیم بکنیم مثلا هزار و صد کمتر بشه اندازمون بعدش البته همه موارد باید در شرایطی قرار که من سی تی آی ابتدای کارم باشه دوستان سی تی آی رو بیارین ابتدای کار که اگر انیمیشن دادیم دو چهار مشکل نشین اگر اومدیم ما کی فریم فعال کردیم بیایم گزینه اسکیل رو هم تغییر بدیم اسکیل رو من میذارمش روی صفر همه گزینه‌هاش رو یکیش یکیش اگه صفر کنم همه موارد صفر میشن به این حالت بعد میام وای روتیشن رو هم تغییر میدم اینو میذارمش روی مثلا 180 که 180 درجه کار برای من بچرخه ببینید اگر من اسکیل رو دوباره برگردونم به حالت 100 درصد متوجه منظورم میشید پویوت آکادمی رو کاملا برعکس نوشته ببینید حروف برعکس شدن به خاطر اینکه من اومدم اینجا وای روتیشن رو گذاشتم روی 180 درجه دستور دادم 180 درجه تکسم رو بچرخونه خب دوباره اسکیل رو میذارم روی همون صفر بمونه فقط میخواستم بهتون نشون بدم چه اتفاقی میافته بیایم اپاسیتی رو هم تغییر بدیم اپاسیتی صد من صفرش میکنم بیایم بلر رو یه مقدار تغییر بدیم بلر رو میذارم روی صد همه موارد اگر الان اسکیل رو تغییر بدم بازم مشاهده خواهید کرد تغییراتش رو ولی خب کاری نداریم با شما همین موارد رو براش وارد کنید بعد که این کار رو کردیم میریم سراغ گزینه رنج سلکتر که اینجا هستش دوستان عزیزم خود رنج سلکتر رو هم در انیمیتر یک باز میکنیم بازش میکنم یه گزینه advanced هم اینجا داره یعنی رنج سلکتور رو که باز میکنم بعد از استارت اند و آفست گزینه advanced داره advanced رو هم من بازش میکنم یه سری موارد اینجا هستن این موارد اینجا رو هم میخوایم روش تغییرات به وجود بیاریم شیپ رو اجازه بدین من تغییر بدم shape رو که اینجا میبینید من میارم میذارم از square بیاد روی گزینه مثلا رمپ آپ قرار بگیره این موارد بخش ادوانسمون uh, رو دربارش قبلا صحبت کردیم این گزینه رندومایزری که اینجا میبینید قبلا در درس فکر میکنم 52 بود که در ارتباط باش با صحبت کردن باش اش آشنا هستید اگر آشنایی ندارید یا یادتون رفته حتما دوباره برین سراغ درس 52 بهتون حالت های مختلفش رو آموزش دادم شما میتونید حتما باشون با کار کنید ولی خب Uh, گزینه شپ رو میذارم روی رمپ آپ روی موارد دیگه هم استفاده کنیم برای بهترین رامپ آپ که یه هور تصویر بشه کارمون uh, بعد گزینه رمپ آپ رو که گذاشتیم بیایم سراغ گزینه رندومایزر رندومایزر رو از آف تبدیل به آن کنم که حالت رندوم و تصادفی داشته باشه این به نمایش در اومدن حروفم این موارد رو داشته باشیم پس آف رو آن کنید در رندومایزر و بعدش بریم سراغ گزینه ادوانسمون اینجا میبینی یه گزینه بالاترش داریم مورد آفست آفست رو من از صفر تبدیل میکنم به منهای صد اول دوستان عزیزم که هیچی مشخص نباشه زیر صفر بیاد از منفی صد شروع میکنیم و حالا سی رو میارم ابتدای کار دوستان عزیز اگر ابتدای کارم نیست شما بیارین ابتدای کار به آفستمون کی فریم میدیم یعنی من میام اینجا اصافاتش رو فعال میکنم یکی فریم با منهای صد الان داره به اندازه دو سه ثانیه میرم جلوتر و اینجا منفی صد رو تبدیل میکنم به صد کی فریم اون فعال دیگه حالا اگر من اینو صد کنم یک کی فریم جدیدم با اندازه های صد برای من به وجود میاره یه بار اگر کار رو پلی کنیم چنین تصویری برای ما به وجود میاد یه حالت شناور دونه دونه حروف حتی به صورت رندوم که خودمون دستور داده بودیم اینجا رندومایز رو آن کردیم دونه دونه وارد تصویر میشه این حالت استایل شناور جذاب به کارمون میده دیگه نیاز نداریم که مثلا یک ترانزیشن ساده روی کارمون بیاریم یه انیمیشن جذاب به تکستمون دادیم که به این شکل باز میشه من حتی میتونم بیارم اینو جلوتر دوباره به این اندازه و اینجا دستور بدم که تغییرات شکل بگیره مثلا آفست رو دوباره بزنم روی منفی صد یکی فریم هم اینجا داشته باشیم که کارمون وقتی پلی میشه یه بار به نمایش در بیاد و دوباره شروع کنه به حذف شدن حتی میتونم این مورد رو من یه کنترل C و یه کنترل V بزنم یه مدتی هم اینو استاپ داشته باشیم یعنی به حالت ثابت اینو داشته باشیم بعد شروع کنه به حذف شدن به این استایل و به این شکلی که دارید میبینید یعنی کار برعکس هم شکل میگیره بنابراین روش های مختلف رو میتونیم امتحان کنیم برای اینکه همچین کار جذابی رو داشته باشیم این مورد رو دارم بهتون آموزش میدم دوستان عزیزم به خاطر اینکه در پروژه بعدی میخوام ازش استفاده کنم گفتم قبل از اینکه بریم سراغ اون پروژه اینجا به طور کامل بهتون توضیح بدم چه روشی وجود داره برای ایجاد یک تکس شناور بعد در پروژه بعدی اونو اعمال کنیم در کارمون خب من حتی میتونم این بکراند برای جذاب تر کردن کار داشته باشم اجازه بدیم ما کل این کار رو ببندیمش مثلا پویوت اکادمی رو اینجا ببندم تکست رو سیر گروه رو بریم سراغ گزینه لیر نیو و سالید کالر به وجود بیاریم یه رنگ Solid حالا فرق نمیکنه چه حالتی به این شکل درگ کنیم اینو بیاریم بندازیم زیر تکستمون و بعدش بریم سراغ افکت هامون در بخش افکت و پریستس بیایم سراغ گزینه جنریت و از بخش جنریت من میخوام یه Gradient داشته باشم Gradient رمپ رو اینجا دارم میتونم درگ کنم بیارم بندازم روی لایه سالید Color، دوستانه روی تکست روی Solid اینو بندازمش بعد دو دوتا رنگ هم میتونیم بهش بدیم البته اجازه بدیم اول بیم گزینه رمپ شیپ رو از حالت لینیر تبدیل به رادیال کنیم به همچین حالتی که دارید میبینید و بعد جای این دوتا رو عوض کنیم این مثلا مشکی کنم این رنگ رو یه حالتی مثل یه همچین استایلی به وجود بیاریم که به کارمون شبیه و نزدیک باشه بعد اگر کار پلی کنم یه کار جذابتر رو اینجا خواهیم دید بذاریم من این تصویر بزرگتر کنم با یه همچین استایلی کارمون به نمایش در میاد خب این نحوه ایجاد تکس شناور بود که با هم یاد گرفتیم اگه از نحوه وارد شدن و خارج شدن کار راضی هم نیستیم مثلا میخوایم سرعتش تغییر کنی یا نرمتر و تیزتر این حروف وارد کار بشن میتونیم بازم تغییرات بدیم باید بریم سراغ همون تکسمون برگردیم به زیر گروه 1, یک رنج سلکتر گزینه ادوانس و بیایم سراغ ها اینجای مواردی که در قسمت شیپ تر از Shape هستن مثلا های رو کمترش کنیم یعنی من الان سریعتر کارو میبینم یا بار پلی کنیم به این حالت میبینم میتونم های رو بیارم مثلا بذارم روی منهای پنجاه خب مثلا من های 60 65 70 اصلا فرق نمیکنه کنه میخوام این مقدار میزانش رو بیشتر کنم که تغییرات رو بهتر متوجه بشید نرمتر کارمون شک میگیره اگر من اینو بیشترش کنم چه اتفاقی میفته ببینید خیلی سریع یهو وارد تصویر میشن یه, می یه جوری ضربه میزنن حروف به تصویرمون بستگی به موزیک متنتون داره بستگی به سلیقتون داره که چطور تصویر شکل بگه چطور حروف متن یهو یه وارد کار بشن یا آروم آروم وارد کار بشن من ایزهای رو میبرم روی منفی زیاد منفی صد ببینید چه اتفاقی میافته خیلی نرمتر وارد کار میشن پس شما میتونید حتی در ایز های ایز لو و موارد دیگه هم تغییراتی بدید بر حسب سلیقه خودتون کارتون رو داشته باشید حتی میتونید استاپ رو فعال کنی از یک... از یه مورد از یک بخشی و کی فریم بهش بدید که یه جایی مثلا در ابتدای کار خیلی آروم وارد تصویر بشه وقتی داره خروج میکنه و خارج میشه خیلی سریع و یهویی برن تصاویر و در اصل اون حروفتون خارج بشن از تصویر اصلی و کلیتون همه این موارد رو میسپارم به خودتون باز هم خودتون تمرین کنید گزینه دیگر رو هم میتونید تغییر بدید هر موردی رو هم که این اشتباه کردین یه کنترل زد بزنین برمیگردین به یه لول قبل مشکلی وجود نداره در پروژه‌ای که قرار اجرا کنیم از این گزینه استفاده خواهم کرد خیلی خیلی ممنونم از هاتون دوستان عزیزم از همراهیتون از هاتون درخواست میکنم لطفا ویدیو رو لایک کنید دوستان عزیز لطفا اگه در کانال سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و منتظر کامنتاتون هم هستم دوستان گلم ممنونم در ویدیو بعدی هم همراه شما خواهم بود موفق باشید